وحشتناکترین حادثه ای که ثبت حافظه تاریخ افغانستان شد، اخباری که با شنیدنش در شوک فرو می روید. یک فعال زن از شب گذشته به این سو ناپدید شده است. دفتر رئیس الوزرای طالبان از کارنامه های قومی کوچی در زمان جهاد تقدیر کرد. طالبان پس از 45 روز بازداشت و شکنجه جسد یک نانوا را به خانوادهش تحویل دادند. و نظامیان پاکستانی در پکتیکا یک غیر نظامی افغان را با شلیک گلوله کشتند. برام خداوند بخشنده و مهربان با تقدیم سلام به گزارش ویژه ما خوش آمدید. یک فعال زن از شب گذشته به این سو ناپدید شده است. منابع گفتند که پروین سادات یکی از فعالان زن از شب گذشته به این سو ناپدید شده است. منابع روز سه‌شنبه 23 عقرب گفتند پس از آن که صدایی از پروین سادات مبنی بر این که طالبان پشت خانه‌اش آمدند در شبکه های اجتماعی نشر شد، دیگر از او خبری نیست. برخی از فعالان زن گفتند که ناپدید شدن این بانو با بازداشت زنجیره زنان از سوی طالبان پیوند دارد. دفتر رئیس الوزرای طالبان از کارنامه های قومی کوچی در زمان جهاد تقدیر کرد. ملا عبدالواسی رئیس عمومی دفتر ریاست الوزرای طالبان در دیدار با شمار از نمایندگان کوچی ها از نقش آنان در جنگ های سالهای گذشته تقدیر کرده است. این دفتر در خبرنامه روز سه‌شنبه 24 قوس نگاشته است که رئیس دفتر ملا محمد حسن آخن کارنامه های قومی کوچی را در زمان جهاد مورد تقدیر قرار داده است. او گفته است که کوچی ها در تقویت اقتصاد افغانستان نقش مهمی ایفا می کنند و تعهد کرده است که به مشکلات آنان از طریق ارگان های مربوط رسیدگی شود. بر اساس این خبرنامه، بزرگان قومی کوچی از همکاری هایشان در هر گونه شرایط با طالبان اطمینان دادند. خبرنامه به نقل از دیدار کنندگان نگاشته است قوم ما بدون کدام امتیاز مانند اردو آماده خدمت می باشد و در راستای تحکیم امنیت به همکاری خیش ادامه می دهیم. بر اساس خبرنامه، آنان همچنان پیشنهادات و مشکلاتشان را در عرصه های حراست از دستاوردها، صحت، معارف، غصب، علفچرها و فروش موشی و محصولاتشان مطرح کردن. این در حال است که در جریان سالهای گذشته، گزارش های زیاده از هجوم طالبان مسلح با هویت کوچی ها به مناطق مرکزی و شمال کشور و همچنان همکاری متقابل آنان برای تصرف مناطق به نشر رسیده است. طالبان پس از 45 روز بازداشت و شکنجه جسد یک نانوا را به خانوادهش تحویل دادند. منابع موثق از کابل خبر دادند که طالبان پس از حدود 45 روز بازداشت و شکنجه جسد یک نانوا را به خانوادهش تحویل دادند. در ویدیوهایی که به افغانستان انترنشنل رسیده، آثار شکنجه در جسد عبداللطیف استانگزای دیده می شود. به گفته منابع، آقای استانگزای در مدت بازداشت پیهم شکنجه شده است. به گفته منابع، عبداللطیف استانگزای که در منطقه بالاده چلستون کابل داشپزی داشت، حدود 45 روز قبل در جریان یک سفر به ولایت لوگر توسط طالبان بازداشت شد. جسد عبداللطیف استانگزای روز پنجشنبه 19 عقرب در ریاست ساعت عامه ولایت لوگر به خانوادهش تحویل داده شد. وحشتناکترین حادثه ای که ثبت حافظه تاریخ افغانستان شد. موثق دو شب پیش در سایه 500 فامیلی در نزدیکی پوسته کچولو حمله بر یک خانه صورت گرفت. ساکنان این خانه از نظامیان پیشین دولت جمهوری بودند. در این حمله وحشیانه گروه تروریستی تمامی اعضای خانواده که شامل کودکان و زنان نیز می شدند به شهادت رسیدند. این خانواده باشنده ولایت پنجشیر بودند.
نظامیان پاکستانی در پکتیکا یک غیر نظامی افغان را با شلیک گلوله کشتند. منابع محلی در ولایت پکتیکا از کشته شدن یک غیر نظامی از سوی نظامیان پاکستانی در نزدیکی مرز با این کشور خبر دادند. منابع به روزنامه 8 صبح گفتند که نظامیان پاکستانی چاشت روز سه‌شنبه 24 عقرب در روستای مرغی ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در نزدیکی مرز با پاکستان بر این غیر نظامی گلوله باری کردند. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. این غیر نظامی در حال در داخل خاک افغانستان به دست نظامیان پاکستانی کشته می شود که روز یک شنبه هفته جاری گزارش های از درگیری طالبان با نظامیان پاکستانی در گذرگاه اسپین بولدک نشر شد که بر بنیاد آن در این درگیری 8 نظامی پاکستان و 3 طالب کشته شدند. طالبان به دنبال کنترل زندگی خصوصی مردم. گزارش از خبرگزاری آمو. پس از آغاز کارزار طالبان در مورد نصب دوربینی های امنیتی مدار بسته بالای خانه های مردم که واکنش های شهروندان کشور را به همراه داشت، حالا در اقدام دیگر سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل می گوید که کرایه‌نشین ها برای نقل و مکان از خانه به خانه دیگر نیاز به برگه تصدیق شده از حوزه مربوطه دارند که مردم از این تصمیم طالبان راضی به نظر نمی رسد. چالش های اقتصادی و افزایش فشارها از سوی طالبان. مروع احمدی، یک تن از باشندگان شهر کابل می گوید که بر بنیاد این تصمیم طالبان، او به حیث یک کرانشین هنگام پیدا کردن خانه خیلی با مشکل مواجه می شود، چون پیدا کردن خانه با این شرایط برای بسیار دشوار است. احمدی گفت یکی از مشکلات دیگر ما داشتن کرایه‌های بلند خانه است که به خاطر ناتوانایی اقتصادی پرداختن کرایه را برای ما دشوار ساخته است. علاوه بر این، اگر این دستور طالبان که به رهنمان‌های معاملات دادن عملی شود، واقعا همه کرانشینان در این زمستان با مشکل مواجه می شوند. وحید یکی دیگر از باشندگان کابل است که با موترش در جاده ها مسافر بری می کند. او میگوید که طالبان با فشار آوردن به مردم فاصله میان خود و شهروندان را بیشتر ساختند. او در ادامه گفت طالبان به جای اینکه برای مردم زمینه کار و تحصیل را فراهم کنند، با گذشت هر روز فشارها را بالای مردم فقیر افزایش میدهند. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل با تایید این موضوع میگوید این اقدام برای تامین امنیت بهتر مردم انجام شده است و مردم باید همکار باشند. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.